کنفرانس در سنای آمریکا، حمایت از تغییر دموکراتیک در ایران. سخنرانی سناتور تد کروز. رژیم آخوندها مانند همه دیکتاتورها از سرنگونی گریزی ندارد. همزمان با تحریم 9 تن از بالاترین مقام‌ها و نزدیکترین مهره‌ها و بستگان خامنه‌ای توسط آمریکا، کنفرانسی در سنای ایالات متحده با شرکت شماری از سناتورها، مشاوران، مقامات سابق دولتی و نمایندگان رسانه‌ها درباره تغییر دموکراتیک در ایران و تشدید فشار بر دیکتاتوری تروریستی و جنگ‌افروز آخوندها برگزار شد. On behalf of Organization of Iranian American Communities, I welcome all of you. از طرف سازمان جوامع ایرانیان در آمریکا به شما خوش آمد میگویم. برنامه امروز روی مقابله با سرکوب، تروریسم و دخالت‌های منطقه‌ای رژیم ایران متمرکز میباشد. ما از یک صدای قوی دو حزبی کنگره روی موضوع ایران استقبال میکنیم. این رژیم فقط زبان قدرت را میفهمد. می‌خواهم از سناتورها، دفاتر و از مهمانان و سخنرانان محترم تشکر کنم که دعوت ما را به این برنامه پذیرفتند. سناتور تد کروز، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری آمریکا، در سخنرانی خود در این کنفرانس ضمن ابراز خوشنودی از حضور در چنین جلسه‌ای در میان اعضا و حامیان مقاومت ایران، شجاعت و پایداری آنها در مقابل فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران که در تیرگی و تاریکی فرو رفته را ستود و گفت: Well, thank you very much. It's a privilege to join you. Let me say thank you for having me here and let me say in particular thank you to the wonderful Iranian American community in Texas. خامنه ای و آخوندها سرکوب وحشیانه ای را بر مردم تحمیل می کنند. من به مردم ایران، به زنان و مردان ایرانی می گویم آمریکا با شماست. آمریکا با شما و مبارزه شما علیه ظالمان وحشی، ستمگر، شکنجهگر و قاتل است. آزادی اهمیت دارد و من معتقدم که می توانیم یک روز دوباره یک ایران آزاد داشته باشیم بدون حاکمیت آخوندها. And I will say to the Iranian people, to the men and women of Iran, America's with you. America's with you in your struggle against cruel, oppressive, torturing, murderous tyrants. Freedom matters. I believe we can one day again have a free Iran. Not with the Ayatollah in power. سناتور تد کروز افزود: از نظر من رژیم ایران اگر به سلاح هسته‌ای دست یابد بزرگترین تهدید است. به همین دلیل به اعتقاد من بزرگترین پیروزی امنیت ملی در 3 سال گذشته خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای فاجعه آمیز اوباما با رژیم ایران بود. خامنه‌ای مرتباً فریادهای مرگ بر آمریکا سر می‌دهد. و اگر از تاریخ درس بگیریم، درس این است که اگر کسی به شما بگوید می‌خواهد شما را بکشد، او را باور کنید و حداقل 100 میلیارد دلار به آنها ندهید تا این هدف اعلان شده‌شان را عملی سازند. تد کروز گفت: توافق هسته‌ای اوباما با رژیم ایران احمقانه‌ترین توافق در امر سیاست خارجی در عصر مدرن بود. میلیاردها دلار به خامنه‌ای، یعنی به کسی داد که قصد خود را برای جنگ با استفاده از آن پول اعلام می‌کند. رژیم ایران حامی شماره 1 و جلودار تروریسم دولتی است. The Obama-Iranian nuclear deal was the most profoundly foolhardy foreign policy deal of the modern age. Giving billions of dollars to an Ayatollah who is laughing and proclaiming his intent to wage war with that money. Iran is today, the government of Iran is the number one, the world's leading state sponsor of terrorism. این دلارهای داده شده به موجب توافق هسته‌ای اوباما با رژیم ایران مستقیماً هزینه قتل آمریکایی‌ها و غیر نظامیان بیگناه و متحدان ما شد. بنابراین بسیار قابل توجه است که دولت ترامپ شجاعت خارج کردن آمریکا از این توافق را داشته است. در دولت ترامپ بحث‌های گسترده‌ای در مورد خروج از برجام یا ماندن در آن وجود داشت.
هم وزارت امور خارجه در آن زمان و هم وزارت دفاع توصیه کردند که آمریکا از این توافق خارج نشود و من با جدیت و مستقیماً با رئیس جمهور وارد مراوده شدم و او را ترغیب کردم که کار صحیح این است که از این توافق خارج شود و در واقع این کاری است که ما در عمل انجام دادیم. علاوه بر این، بعد از اینکه ما از توافق اتمی خارج شدیم، یک سری معافیت‌هایی وجود داشتند که جنبه‌هایی از توافق اوباما با ایران را در جای خود نگه می‌داشتند. شاید مهمترین آن معافیت‌ها معافیت‌های نفتی بودند. معافیت‌هایی که به رژیم ایران اجازه می‌داد به فروش 1,000,000 بشکه در روز نفت ادامه دهد تا بودجه رژیم، بودجه تروریست‌ها، بودجه قتل و جنایت و بودجه سرکوب را تأمین مالی کند. سناتور تد کروز که عضو کمیته خارجی سنای آمریکاست اضافه کرد و گفت: Well, earlier this year we had a big argument within the Trump administration. In this instance there was a disagreement between agencies. The State Department argued if we ended the oil waivers. در اوایل سال جاری بحث و جدل بزرگی در داخل دولت ترامپ داشتیم در مورد لغو معافیت‌ها بین وزارتخانه‌ها. اختلاف نظر وجود داشت. وزارت امور خارجه استدلال کرد اگر ما به معافیت نفتی پایان دهیم قیمت جهانی نفت بالا می رود. وزارت انرژی که قاعدتاً اطلاعات بیشتری راجع به انرژی می داند اظهار داشت نه، اینطور نخواهد بود. عرضه جهانی زیادی وجود دارد و خاتمه دادن به معافیت‌های نفتی ایران باعث افزایش قیمت نفت نخواهد شد. یک بار دیگر من به طور جدی و مستقیم با رئیس جمهور وارد مراوده شدم و دولت را ترغیب کردم ارسال میلیاردها دلار به دیوانگان بنیادگرای دینی که می‌خواهند ما را بکشند را متوقف کند. Once again I engaged actively and directly with the president urging the administration stop sending billions of dollars to theocratic lunatics who want to kill us. و یک بار دیگر دولت کار درست را انجام داد و معافیت نفتی را پایان داد و معلوم شد وزارت انرژی درست می گفت و وزارت خارجه اشتباه می کرد. قیمت نفت زیاد بالا نیامد. ما پیامدهای اقتصادی لغو معافیت‌های نفتی در بازار جهانی را به سختی متوجه شدیم. اما من به شما می گویم چه کسی بسیار توجه کرد و آن رژیم تهران بود که یک بار دید جریان میلیون‌ها دلار که برای بودجه رژیم پرشقاوتش به خزانه اش وارد می شد متوقف شده است. لغو معافیت ها کار درستی بود. اکنون ما همچنان بحث هایی در مورد اقدامات بعدی داریم زیرا فشار اقتصادی رژیم را تضعیف کرده است. تد کروز در سخنان خود با اشاره به وضعیت ضعیف و نگران رژیم آخوندی گفت: دو چیز در جریان است. اول اینکه رژیم از مردمش می ترسد و من می‌خواهم به مردان و زنان حاضر در اینجا بگویم که دیکتاتوری‌ها ممکن است بسیار قوی به نظر برسند اما ناگهان اوضاع دگرگون خواهد شد. خامنه‌ای و آخوندها از مردم وحشت دارند. آنها از حقیقت وحشت دارند. Two things are happening. One, the regime is afraid of its people. And this is a word of encouragement that I want to give the men and women here. Dictatorships can seem very, very strong until suddenly they're not. The Ayatollah and the mullahs are terrified of the people. They're terrified of truth. And as they lose the billions that have been funding their repressive regime, they are more and more vulnerable to the people demanding freedom. و به موازات آن از دست دادن میلیاردها دلارهایی که صرف رژیم سرکوبگرشان می‌کردند در برابر مردمشان که خواستار آزادی هستند بیشتر و بیشتر دارند آسیب پذیر می‌شوند. دوم اینکه در این روند ما شاهد هستیم که آخوندهای حاکم بر ایران در حال فرسودگی هم هستند. ما دیدیم که آنها اقدام به حمله به همسایگان خود کردند. به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی حمله می کنند و به توانایی تولید آنها آسیب بزرگی وارد می نمایند. اقدام های صریح جنگی که توسط رژیم ایران شد و به این طرف و آن طرف تهاجم کردند و آن هم در حالی که این یک رژیم حاکم است. من معتقدم که در پاسخ به این نقض قوانین و اقدامات جنگی توسط رژیم ایران باید دو قدم برداشته شود.
اولین قدم که ما باید انجام دهیم این است که باید به اصطلاح معافیت‌های هسته‌ای غیر نظامی را پایان دهیم. اینها معافیت‌هایی هستند که باقی ماندند. در مجموع 7 معافیت هسته‌ای غیر نظامی وجود داشته است که تحقیقات اتمی را امکان پذیر ساخته و فعالیت‌های هسته‌ای دیگری را نیز در یک شرایط غیر نظامی امکان پذیر ساخته است. یکی از معافیت‌ها امکان ادامه کار در تأسیسات فردو را فراهم می‌کند. فردو یک پناهگاه است که در دل کوه برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای ساخته شده است. ما در حالی که معافیت برقرار است می‌گوییم: اوه، همه چی خوب است. ما به شما اعتماد داریم. شما در فردو خوب خواهید بود. تد کروز افزود: That is ridiculous and the administration ended several of those waivers. After I publicly called for it and made the case, they need to end the rest of them. They need to end all of the Iranian civil. این مسخره است. و دولت پس از آنکه من علناً خواستار لغو آن معافیت‌ها شدم و لزوم آن را ثابت کردم، به چند مورد از این معافیت‌ها پایان داد. دولت باید به بقیه آنها پایان دهد. آنها باید به تمام معافیت‌های هسته‌ای غیر نظامی ایران پایان دهند. اما ثانیاً یک درمان حتی قدرتمندتر وجود دارد که رئیس جمهور و دولت در اختیار دارند. در واقع یکی از شروط توافق هسته‌ای اوباما با رژیم ایران این بود که اگر توافقنامه را نقض کند، هر یک از امضا کنندگان اصلی می توانند آنچه را که به عنوان تحریم‌های اسنپ‌بک خوانده می شوند را استناد کنند و اکنون ایران آشکارا توافقنامه را نقض می کند. آنها این معامله را تحت شعاع قرار می دهند یا آن را در صحنه جهانی و با بی‌حرمتی نقض می کند. و این بدان معناست که دولت صلاحیت ورود به شورای امنیت سازمان ملل را دارد تا برگشت تحریم‌ها با مکانیزم ماشه را فرا بخواند. Now Iran is openly violating the deal. They are flouting the deal and they are flaunting it on the global stage. Brazenly in violation, which means the administration has the authority to go into the UN Security Council. Invoke the snapback sanctions and what نتیجه این امر فقط تحریم‌های آمریکا نیست. نتیجه این است که تمامی تحریم‌های جهانی بلافاصله به حال اولیه برگردانده می‌شوند. تا حد اکثر فشار در واقع به معنی فشار حد اکثر باشد. من فکر میکنم مرحله بعدی تحریم و تحریم‌های فوری است. این یک اقدام اساسی برای قطع منابع مالی خامنه است. سناتور تد کروز در پایان سخنانش ضمن قدردانی از ایرانیان حاضر در این کنفرانس به خاطر پایداری و ایستادگی در مسیر آزادی آرزو کرد که به زودی شاهد یک ایران آزاد باشیم. Many believe at the time, and I thank you for standing up for freedom because we will once again see a free Iran. Thank you.